بنابراین بایستی که قرآن رو بهره‌مند شد ازش، خوند آیه به آیه، جز به جز. گفت یکی از بزرگان که من وقتی میرسم به الرحمن، بسم الله الرحمن الرحیم، به رحیم نمیرسم، رحمان یه باغه، میرم تو اون باغ و چندین ساعت تو اون باغ گردش میکنم. رحمان چیزی نیست که شما همینطوری که بر کلمه بر زبان بیارید بگذرید ازش. بنابراین از اون شرابها که هست، که شرابهای بسیار هست واقعا، هر کدومش آنچنان مستی ایجاد میکنه که نه سر و دستار نداند که کدام اندازه. ای خوشان عاشق سرمست که در پای حبیب سر و دستار نداند که کدام اندازه. یکی شراب جاودانگی، یه خبری به شما میده، اما یتساءلون، این خبر همه رو مست میکنه، به گوش کسی نخورد اگه بخوره مست میشن همه. این خبر رو نگرفتن از خبرگزاری ها، خبری است که همیشه تازه است. پرسیدن از تی اس الیوت که ادبیات چیه و هنر چیه، گفت ادبیات خبری است که هیچ وقت کهنه نمیشه، هزار بارم بشنون باز خبر تازه است میشه. به ما گفته بودند که شما رو یه موجودی به نام مرگ میاد میخوره، بلع میکنه، مثل گرگ میمونه. از المنیت و انشبت از فاره ها الفیت کل تمیمتن لا تنفعو، برو میخوره. یه رسولی آمد گفت نه آقا، ما هم چقدر ترسیده بودیم، نگران بودیم، هنوز هم همه نگران هم. یه رسولی آمد فرمود نه، کی گفتم چیزی؟ خبر رو برد، نبای عظیم اینه. گفتش که نه، کل نفسن زائقت الموت، یعنی هر نفسی مرگ رو میچشه. نگفته که کل موتن زائقت النفس، شما هستین که مرگ رو میخورین، چون چشیدن خوردن دیگه، مرگ نیست که شما رو میخوره، شما اصلا نمی گنجید در دهان مرگ. مرگ یه تجربه ایست از تجربیات شما، شما او رو میچشید و تجربه میکنید و ازش میگذرید، باش ملاقات میکنید. برای این شراب چقدر قیمت داره؟ تا کی آدم مست میشه؟ تا همیشه. هیچ وقت یه به هوش نمیاد که بخوان محتسبی بخواد او رو بگیرتش. شراب انس و دوستی، ما تنهاییم تو این عالم، کی با شماست؟ هیچ کس با شما نیست، پدر و مادر و زن و فرزند و اینا همه میذارن میرن، چهار روز با شما هستن، بعدا هم تازه هم موقع هم که با شما هستن در وجود خودشون هستن، هیچ کس نمیتونه وارد وجود شما بشه، شما تک و تک و تنها هستین در این عالم. اون وقت یه نفر میاد میگه که و هو معکم اینما کنتم، او با شماست. این شراب معیت، حضور، که آدم حس بکنه که او حضور داره پیشه، دیگه هیچ وقت آدم تنها نیست، چون معیت او غیر از معیت خلقه، معیت او چنانه که از ما به ما نزدیکتره. و انواع شراب های دیگه که حالا یکی شراب زیبایی. سعدی گفتش که من از شراب این سخن مست، در اونجا که مشغول موعظه بوده در یه جایی که مستمعین خوبی هم نداشته، حالا ما خوشبختانه همه اهل ذوق و همه اهل دل هستن، اونجا میگه که در جامعه بلبک کلمه چند به طریق وعظ میگفتم، با طایفه ای افسرده دل مرده و راه از معنی به صورت از صورت به معنی نبرده، دیدم نفسم در نمیگیرد و آتشم در هیزم تر ایشان اثر نمیکند. دریغ آمدم تربیت ستوران و آینه داری در محله کوران، ولی کن در معنی باز بود و سلسله سخن دراز. در معنی این آیت که خداوند فرماید نحن اقرب الیه من حبل الورید، دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من محجورم. بعد سعدی میگه که من از شراب این سخن مست، خودش خورده بود، خودش هم مست کرده بود، من از شراب این سخن مست و فضله قدح در دست، یعنی هنوز کلی دیگه هم حرف داشتم که بزنم، که روندهی بر کنار مجلس گذر کرد، یه سالکی که اون اهل دل بود، اینا که نشسته بودن اون اهل نبودن، که روندهی بر کنار مجلس گذر کرد و دور آخر در وی اثر، نعرهی بزد که دیگران به موافقت او در خروش آمدن. بنابراین شراب سخن میتونه انسان رو به جامدران و به حال وجد و سماع و پایکوبی بکشونه. شراب زیبایی از همه شراب ها قوی تره،
وقتی که اون زنان مصر دعوت شدند و اون کارد رو داد دستشون و اون ترنج رو و ناگهان به یوسف گفتش که از پشت پرده بیرون بیا، فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلنه هاش لله ما هذا بشر. و وقتی دستشون بریدن بالاخره باید یه آخ میگفتن، نگفتن، اصلا غافل بودن از بریدن دستشون. زیبایی میتونه انسان رو آنچنان مست بکنه که تمام غمهای عالم رو فراموش بکنه. به قول سعدی، جمله غمهای جهان هیچ اثر می نکند در من از بس که به دیدار عزیزت شادم. شراب زیبایی دست کم نگیرید، هنر رو دست کم نگیرید. هنر میتونه انسان رو از همه غصه های عالم فارغ بکنه. یه چنین شرابی است. قرآن رو میشه به چشم ادبیات نگاه کرد. اون وقت میبینید که تاج ادبیات جهان. نه از این بابت که ما مسلمونیم بالاخره همه چیز اون باید بهترین باشه، نه. اول ایمان نداشته باشیم، بریم ایمان پیدا کنیم. اصلا قرآن رو یک بار شروع کنید بدون ایمان بخونید. چون ایمان قبلی که دارین شما همه رو قبول میکنید خود به خود. اون ایمان مال شما نیست، اون مال پدر مادرتونه. هر کسی باید خودش ایمان بیاره. هر کسی بایستی که بره دور عالم بگرده، گفت آفاق را گردیدم، من این کار کردم. آفاق را گردیدم، مهر بتان ورزیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگری. دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، به که ماند، به که ماند، به که ماند، به که ماند. به هیچ کس نماند. هیچ کتابی به این مرتبه نیست، به این درجه از کمال نیست. از هیچ کتابی اینقدر بهره و برکت به آدم نمیرسه. و اگر بخواید شما تو تمام ادبیات جهان بگردید، یه داستان کوتاه، شورت استوری میگن فرنگی، اگر یه داستان کوتاه انتخاب بکنید، بهترینش انتخاب بکنید، از گیدو موپاسان، از چخوف، از نمیدونم او هنری، اینا که داستان نویس کوتاه بودن، داستان کوتاه نویس بودن، وقت بذارید بغل داستان یوسف، مثلا رنگ میبازن همش. چقدر لطائف تو این 10-12 صفحه جمع شده خدا میدونه. یه داستان 10 صفحه است. هر چی شما به عمقش میرید میبینید تموم نمیشه. چقدر میشه دربارش حرف زد خدا میدونه. ان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. چه درس ها، چه حکمت ها. یه دوره فلسفه عرفان اونجا که وسط زندان نشسته یوسف، زندان همین عالمه، ناگهان میبینید که اینجا زندان از اون زندان نیست. از خدمات ادبیات اینه که همه چیزا رو نقد کرده، نسیه وجود نداره. شنیدی تو رخ نسیه ز قرص ماه تابنده؟ قرص ماه تابنده که نمیگه برو پرچه بردار، میدرخشه. این نقده. داستان یوسف مال قدیم نبوده، داستان شماست. داستان فرعون هم داستان ماست، داستان نمرود هم داستان ماست. در تو نمرودیست، در آتش مرو، رفت خواهی اول ابراهیم شو. ای عجب، آن قصه احوال توست، تو بران فرعون برخواهیش بس. داستان همش داستان خودمونه. هرچی که در قرآن هست خطاب به شماست اصلاً.